و ما گفته شده است که تا چهل سال آینده امران یازده برابر مسنتر از حال خواهد بود و سوال اصلی این است که او آلا چند سال دارد شما ویدیو را توقف دهید و کوشش کنید خودتان علش کنید خب بیایید ببینیم اگر ما بتوانیم یک معادله برای این بسازیم پس بیایید که چیز مبهم را اول پیدا کنیم خب چیز نامعلوم فعلا سن او در حال حاضر می باشد من همین طوری اکس را استفاده می کنم ما همیشه دوست داریم که اکس را استفاده کنیم ولی من این را می توانم که به هر چیزی ترتیب کنم اما فرض می کنیم که اکس مساوی چند سال عمر او که در حال دارد باشد چند سال چقدر عمر در حال حاضر او چند سال است در حال حاضر او چند سال است خب ما از سن او در چهل سال آینده چه چی چیز را می دانیم؟ او خب چند سال عمری که فعلا دارد جمع چل خواهد شد پس صبر کنید که آن را بنویسم پس تا چهل سال امران مساوی به اکس جمع چل خواهد شد جمع این چل در اینجا اما با ما یک معلومات دیگر را نیز داده است این به تنهایی کافی نیست که او در حال حاضر چند سال دارد ولی به ما گفته شده است که تا چهل سال امران یازده برابر سن فعلی خود خواهد بود یازده برابر سن فعلی خود خواهد بود پس منظور آن این کمیت در اینجاست ضرب x جمع چهل مساوی با یازده ضرب x خواهد شد در چهل سال او یازده ضرب سنی که او حال حاضر دارد سن خواهد داشت لذا این ضربه 11 خواهد شد شما اکش را می گیرید ضربه 11 می شما سن او را که چند سال خواهد شد تا چهل سال آینده پیدا می کنید پس بیایید کان را مثل یک معادله بنویسیم اکس را می گیرید ضربه 11 می کنید لذا ضربه 11 هر چند سنی در حال حاضر می باشد مساوی به هر چند سالی کو در چهل سال آینده خواهد بود. حالا ما توانستیم که یک مدل خوب و زیبا تشکیل دهیم. حالا ما قیمت اکس را پیدا میکنیم. پس بیایید که تمام اکس ها را در سمت چپ بیاوریم. ما اکسی بیشتر در اینجا نسبت به سمت راست داریم. لذا ما اعداد منفی را در نظر نمیگیریم. بیایید که اکس ها را اینجا بیاوریم. پس اگر من بخواهم که اکس را از سمت راست برطرف کنم، من میخواهم که یک اک اکس را تفریق کنم ولی واضح است که من تنها نمیتوانم با سمت چپ این کار را بکنم در غیر این صورت مساوات بیشتر از آن صحیح نخواهد بود من باید این را در طرف چپ نیز انجام دهم پس نزد من باقی مانده است اگر من یازده چیزی را داشته باشم و یک از آنها را بگیرم نزد من ده تا آن چیز باقی میماند پس نزد من ده ضرب x مساوی خب این x ها x x مساوی به صفر است تمام موضوع همان بود این مساوی به چهل خواهد شد و شما این را می توانید که در ذهنتان انجام دهید و بیایید که این را اصولی تر انجام دهیم پس اگر من یک را ضریب اینجا انتخاب کنم و بخوایم که تقسیم ده کنیم آن را باید که در هر دو طرف انجام دهیم من نزد من باقی مانده صبر کنید یک لحظه نزد ما x مساوی به چهار سال باقی می ماند x مساوی به چهار سال x مساوی به چهار سال است پس جواب ما به سوال حالا امران چند سال دارد؟ او چهار سال عمر دارد. و بیایید این را اثبات کنیم. اگر او در حال حاضر چهار سال عمر داشته باشد، در چهل سال آینده او چهل چهار سال خواهد داشت. و بدون شک چهل چهار سال یازده برابر مسنتر از چهار سال سن می باشد و ضریب x یازده برابر بوده است کار ما درست می باشد